ما از حادثه عاشورا قرار نیست که فقط تقدیس و گریه و اینا حرفایی که زیاد زدیم دیگه و متاعی برای آخرت خود بیابیم. خیلی ها هنوز هم فکر میکنن که اگر برای امام حسین گریه کنن ممکنه در آخرت کسی از راه برسه اونها رو شفاعت کنه، دستشون رو بگیره، در حالی که امام حسین علیه السلام بر اساس اون اتفاقاتی که رخ داده معلم زندگی بوده. امروز ما به شناخت الگوهای بزرگ نیاز داریم. خب پیامبر گفته بود که شما این دو تا عنصر رو نگه دارید، یعنی عنصری به نام قرآن و عنصری به نام امامت، یا این انسانهای معنوی و انسانهای فاخر. صد دریغ که هر دوی اینها مورد تحریف و مورد جفا قرار گرفت. هم قرآن مورد جفای مسلمانان قرار گرفت و هم فرزندان پیامبر، شخصیت‌های ارزنده مثل امام علی و امام حسین، مورد بی‌اعتنایی و کم‌لطفی در واقع تاریخی ما مسلمان‌ها قرار گرفت. خب شما در قرآن می‌بینید دیگه، یعنی متن قرآن رو وقتی ببینید، از نظر من گرچه همه این قرآن گفتگوی در واقع پیامبر با خداونده، گفتگوی پیامبر با خداونده، واقعیتش اینه که بوی اعجاز میده، بوی حیرت میده، آدمی رو دگرگون میکنه. وقتی متون دینی رو نگاه میکنید، از انجیل و تورات و اپانیشادها و بریم تا آیین مثلا چینی داو، حقیقتا و بدون تعصب به عنوان معلم، به عنوان محقق فقط دارم عرض میکنم، نه به عنوان یک مسلمان، قرآن حیرت انگیزه. اما بخشای از این قرآن روزگار پیغمبر رو برای ما داره نشون میده، یعنی انگار اونا قرار نیست برای تمام جهانیان حجت باشه. اتفاقا خیلی هم مهمه. من میگم مهمترین منبع تاریخی برای شناخت درد، رنج، غم، قصه پیغمبر خود قرآنه، ولی ما اینا رو تفکیک نکردیم که داره روزگار پیغمبر از طریق اون آیات بررسی میشه. مثلا وقتی میگه ان الناس اکثر و ناس لفاسقون، مثلا دارم عرض میکنم میگه اکثر انسان ها فاسقن، اکثر انسان ها بیعقلن، اکثر انسان ها نادانن. شما اگر بیاید بگید این آیات آیاتیست جهانی ابدی، اون وقت با مشکلات بسیار بسیار عظیمی روبرو میشید. این واژه ناس در قرآن فریب نده که ما فکر کنیم که قرآن برای همه جهانیانه. الان البته تو این بحثای من مناقشه نکنید تا بعدن صحبت میکنیم. اینا روزگار پیغمبر نشون میده، دردها، رنجها، محدودیتها، سختیها، غمها و قصه های پیغمبر رو نشون میده. یعنی بسیاری از آدمیانی که در دوره پیغمبر بودن متاسفانه گرفتار فسق بودن، گرفتار بیعقلی بودن، گرفتار نادانی بودن، و این مرد در دل اونها داشت این پیام بزرگ رو منتشر میکرد. اما یه بخشی از آیات قرآن میبینید نه، فرازمانی واقعا، یعنی محدود نمیشه به عصر پیغمبر، بلکه فرازمانیش، اونجا دیگه قصه ایمانه، قصه عاشقیست. جفایی که صورت گرفت در تاریخ اینه که اون بخش معنوی، اونجایی که احوال پیغمبره، اونا مقفول شد تو تاریخ ما. اون تجربه های عشقی، مثلا شما مثال ساده تری مثالی میذارم چون همه شما اینا رو بلدید و میدونید و همه قرآن رو باش انس دارید. مثلا این آیه ببینید چقدر زیباست. آیه رو تصمیم گرفتم بخونم که همه ما با اون انس داریم، خوندیم و بلکه حفظیم، که عباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا اذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. بنده های شایسته خدا روی زمین بی ادعا قدم برمی‌دارند و وقتی هم جفا ببینن جنگ و جدال و خشونت و دعوا به راه نمی اندازن، بلکه اتفاقا مهر می ورزن، خطای آدمیان ضعیف رو نادیده می گیرن و زمین خدا رو با آتش شر افسونتر نمی کنن. شما این آیه رو بذارید کنار اون آیه‌ای که میگه اکثر آدم‌ها فاسقن، اکثر آدم‌ها نادانن، یا آیاتی که از جنگ و خشونت میگه، اینا معلومه که با هم متفاوتن. یکی احوال پیغمبره، در جان پیغمبر رویداد بزرگی رخ داده، یکی روزگار پیغمبره. آنچه که باید به ما میرسید و بعد تبیین میشد، توضیح میشد، اون رو به جان ما منتقل میکردن، احوال پیغمبر بود. ولی احوال پیغمبر در تاریخ مقفول شد. اخلاقی که پیغمبر دنبال اون بود مورد غفلت قرار گرفت. تجربه های شیرین شیرین و شگفت‌انگیز ایمانی پیغمبر نادیده گرفته شد. الگوی ما در تاریخ چه کسی بوده؟ شما تو تاریخ بگردید بپرسید الگوی من و شما تو عالم مسلمانی کی بوده؟ یا فلان فقیه بوده، یا فلان مفسر بوده، یا فلان معلم بوده. ولی ابراهیم الگوی ما نبوده، موسی الگوی ما نبوده، نوح الگوی ما نبوده، در حالی که پیغمبر دغدغش این بود که اینا سرمشق بشن. ابراهیم سرمشق انسانیت باشه، نوح برای ما از مقاومت بگه، عیسی برای ما از ظلم ستیزی و ستم ستیزی بگه. جفایی که در حق قرآن شد این بود کاملا مقفول شد. اون وقت احکام و قواعد و مقررات و نمیدونم بگیر و ببند و قتل و قصاص و
دیات و ارث و میراث، اینایی که مربوط به روزگار پیغمبر اون وقت، این لباس تنگ و به زور در طول قرنها بر تن ما کردن. و هرچه زمان گذشت ما دیدیم پیوند نسل جوان ما با قرآن داره هی گسسته میشه، داره لاغر میشه، ضعیف میشه و ناتوان میشه. در مورد اهل بیت یا شخصیت های معنوی هم همین بلا به وجود آمد، یعنی اونجا همین اتفاق غمناک اتفاق افتاد. یعنی شما ببینید از شخصیتی مثل امام علی آغاز کنید تا برید به بقیه برسید، ما جز نامی در واقع از اونها برای ما باقی نمانده. تاریخ ما تاریخ تقدیسه، تاریخ تکریمه، تاریخ شناخت نیست، تاریخ ارزیابی سنجش و تاریخ پیروی نیست. امام علی رو نگاه کنید چقدر در میان ما قریبه. باور کنید به جان شما صادقانه میگم که من از موضع شیعه بودن سخن نمیگم، من از موضع مسلمانی سخن نمیگم، ولی یکی از عالی ترین آفریده های بشری نهج البلاغه است. این کتاب یک تولید شگفت انگیز، حیرت انگیز، کاملا استثنایی بشری است. به همین دلیل شما نمیتونید کتاب رو مثلا به ابن سینا نسبت بدید، چون قد و اونایی که ابن سینا رو میشناسن میدونن که ابن سینا کوتاه قدش نسبت به این عظمت بزرگ. شما نمیتونید بگید کتاب رو از فارابی گرفتن به علی نسبت دادن، نمیتونید بگید از سید رضی گرفتن. واقعا اینو من بدون تعصب میگم، تو تاریخ ما نداریم آدمایی که بشه اینقدر بزرگ باشن که بتونن این کلمات فاخر رو بیافرینن. اما ما از اونا چه به دست آوردیم؟ گفتم جز گریه، زاری، لابه و خیلی مسائل دیگه. چقدر با نهج البلاغه بیگانه ایم. شما، من حرف سیاسی نمیخوام بزنم، اصلا علمای ما رو نگاه کنیم، بحث سیاسی هم نکنم. شاید باور کنید من الان 62 سالمه، دیدم که یک دونه از اینا رو ندیدم که به معنای واقعی با مثلا فرض کنید با نهج البلاغه انس قلبی و وجودی داشته باشد. شما هیچ چیزم از نهج البلاغه نگیم، فقط همین عرصه سیاست رو نگاه کنید. شما عرصه سیاست رو نگاه کنید، بخش عظیمی از علمایی که چه از دنیا رفتن چه اکنون موجودن، حق ما رو در مورد سیاست نادیده گرفتن و ما رو ناچیز انباشتن. همیشه گفتن ما از خرد محرومیم، ما توانایی ساختن سرنوشت و تولید یک جامعه یا تأسیس یک جامعه عادلانه رو نداریم، به ما از سر بیمهری نگاه کردن. اما کافی است که شما در نهج البلاغه نگاه کنید، همه علما میگن ما حق نظارت در حکومت دینی بر جامعه خودمون رو نداریم، برای که فقیه بالاتر از این حرف هاست. نمیدونم کسی که زعامت قدرت رو به دست میگیره چون از جانب خدا منصوب شده، فر بهتر از اوناست که ما آدم های ناقص بخوایم به او بریم انتقاد کنیم، اعتراض کنیم. به همین دلیل هم شما میبینید تاریخ سیاسی مسلمانان همیشه فساد بوده، همیشه بدبختی بوده، همیشه جنگ و خشونت بوده، چون چیزی به نام نظارت و به رسمیت شناختن حقوق انسان ها اصلا در فلسفه سیاسی ما مسلمان ها وجود نداشه. اما شما نهج البلاغه رو نگاه کنید، جای نهج البلاغه مدام داره به حاکمان میگه که اگر مردم نظارت نکنن و اگر مردم به لکنت زبان بیفتن شما به فساد کشیده میشید، و جایی که عدالت نباشه دیانت پا بر جا نمیمانه. شما تعجب نمیکنید اون وقت که این همه عالم تو تاریخ همه اومدن حق نظارت، حق دقت، حق انتقاد، حق اعتراض از ما سلب کردن، در حالی که شما تو نهج البلاغه وقتی نگاه میکنید از خودش آغاز میکنه، میگه من تا کنون ستم سوز بودم، فردا ممکنه من ستمگر باشم. عجیب نیست به نظر شما تا حالا شنیده بودین از زبان علی که دیگه من تا کنون که قدرت دستم نبود ستم سوز بودم، با نابرابری بی عدالتی می ستیزیدم، اما الان قدرت دستم اومده ممکنه من پام بلغزه، ممکنه من ستمگر باشم. خب چه کنیم آقا جان؟ این شخصیت با مهابت این حرف رو میزنه، چه کنیم این اتفاق نیفته؟ میگه بر من نظارت کنید و اگر کج رفتم بر من بتازید، گریبانم رو بگیرید، بر من سخت بگیرید تا من راه درست رو پیدا کنم. و بعد به تمام در واقع حاکمانی که منصوب میکنه همین حرفا رو تا آخر میزنه. و شما ببینید بین این علمایی که حق نظارت رو از ما الان هم دارن میگیرن و بین امام علی چقدر فاصله عمیقه. شما وقتی این کتاب هایی که میخونن و هی میگن حکومت اسلامی، تقریبا همه این فقها اعلام کردن که برای انجام احکام شرعیه با حکومت ما به دست بگیریم. چرا شما حکومت مال شماست؟ برای که ما بتونیم حلال خدا رو به انجام برسونیم، حلال و حرام خدا رو مانع بشیم، بتونیم احکام قواعد دیات قصاص من ارث میراث طلاق و اینا جاری کنیم.
اما امام علی یک کلام از اینا نمیزنه، میگه اینا اصلا سیاست جایی نرفا نیست، سیاست اینا نیست، سیاست فقط برای عدالته. شما تو سیاست کارنامت رو فقط از طریق عدالت میسنجن، کارآمدی میسنجن، بهره‌وری میسنجن. اگه کارنامت رو باز کردن گفتم چند سال اینجا هستی، مثلا 40 سال، اگه دیدی فقر رو کمتر کردی، اگه دیدی ناامیدی رو کمتر کردی، فساد از طریق حضور تو کمتر شد، روشنایی بیشتر شد، پیوند و انسجام و اعتماد اجتماعی بالاتر رفت و جامعه روشتر، تو برنده‌ای. ولی اگر اینا نباشه، اگه فقر باشه، نابرابری باشه، حتی اگر شخص پیغمبرم باشی به قدرت تکیه کرده باشی، بازنده ای. تو باید در برابر خدا و در برابر خلق پاسخ بدی. این تفکر چقدر درخشانه. شما مقایسه کنید با اندیشه هزار ساله ما که اصلا از این حرفا خبری است. تازه من به اخلاق نپرداختم، به خداشناسی نپرداختم، به این مسئله قریبی به نام سیاست پرداختم که اینقدر شکاف است. به این دلیل است که شما میبینید تاریخ ما هرچی که جلوتر میایم فاصله با مثلا علی و حسین بیشتر میشه، قرآن هم هی مرتب در اون حجاب خودش باقی میمونه. وقتی چه قصه آدم میخوره تو این فضا که میبینی شما یک کتاب معنوی داری که میتونی از اون استفادهای درخشان اخلاقی کنی، ولی مقفوله، بهش نمیتونیم اقبال کنیم. از این طرف هم چهره هایی داریم که میتونن برای ما تاثیرگذار باشن. ما فکر میکنیم که ما فقط مسلمان ها هستیم که داریم مثلا از گذشته صحبت میکنیم. یه شخصیت های بزرگی مثلا مثل نیچه و دیگران که اومدن قرن 19، اینا چیکار کردن؟ اینا حرفشون چی بود؟ اولین تولید یه شخصیتی که اینقدر تأثیر در قرن 20 و قرن 21 بر خودش گذاشت، نیچه بازگشتش به دوران یونان بود. یعنی زایش تراژدی اولین کتاب جناب نیچه بود. در زایش تراژدی نیچه میگه برگردید به سمت قهرمانان دوران یونان، اونجا شما عظمت پیدا میکنید، اونجا شما بزرگی پیدا میکنید، اونجا شما روحای برازنده پیدا میکنید. چرا؟ میگه اونجا انگیزه پیدا میکنید که خواهش من به این جملات من دقت کنید، خیلی چون حرف اون بزرگان مهمه، میخوام اینو با تاکید بگم، چون صبح هم در مورد کلاس مثنوی داشتم صحبت میکردم اینو گفتم. میگه شما بازگردید به سمت اسطوره های یونانی، برگردید زایش تراژدی، زایش دو مرتبه برگردید به سمت تراژدی، که حالا من اگه تونستم در باره تراژدی یه خورده صحبت کنم. چرا باید برگردیم به سمت تراژدی؟ میگه برای اینکه اونجا شما انسانهای بزرگی میبینید که این انسانهای بزرگ شما رو به فراتر از خودتون دعوت میکنن، فربهتر از خودتون دعوت میکنن، شما رو دعوت میکنن که تواناتر، نیرومندتر، والاتر، شریفتر و اصیلتر از گذشته باشید. به این دلیل برمیگردن به قصه الگوها، یعنی الگوها و سرمشقها. به ما الگوهایی معرفی کردن که این الگوها نه تنها به ما فرمان ندادن که از خودمون فربهتر، والاتر و بزرگتر بشیم، اتفاقا الگوهای ما به ما درس خمودی دادن، به ما درس درماندگی دادن و از یک جامعه، از یک ملت تاریخی، یک موجودات متاسفانه بی دست و پا ساختن. برای همینه که قصه امام حسین به نظر من جدیه. ببینید فقط این نیستش که فرزند پیغمبر رو مثلا فرض کنید به شهادت رسوندن، میان یه صلوات بفرستن، یه نهایی که منم ذهنم آروم باشه. هرچی زمانم چی میگذره بیرم، من همیسی چی نشده زمانم گذشت. خیلی شرمنده از خانوما و آقایونی که یه جوری جا نیست، حالا باید دیگه نظم جلسه رو یه جوری حفظ کنیم. بچه های عزیزم دقت میدارم چی عرض میکنم. شما وقتی قهرمان رو از یه جامعه میگیرید، از یه تاریخ، از یه فرهنگ میگیرید، برای او انگیزه برخواستن خیلی خیلی سخت میشه، خیلی خیلی سخت میشه. مسلمان ها کارشون در تاریخ قهرمان کشی بود، به قول اون آقا نخبه کشی بود. ما در تاریخ به دلیل اینکه همیشه با استبداد روبرو بودیم و مستبدان حاضر نبودن ما یه سانتیمتر از اونها بزرگتر باشیم، بنابراین سرکوب شدیم. تنها امید ما این بود که بریم سراغ قهرمان های بزرگ تاریخیمون، از اونها هنر زیستن بیاموزیم، هنر آزادی خواهی بیاموزیم، هنر خلاقیت بیاموزیم، از اونها هنر استفاده درست
از عواطف و احساسات و انگیزهای اخلاقی بیاموزیم. ولی بعد ببینید این قهرمانهای ما چگونه میشن. امام حسین میشه شخصیتی که تقدیر اعلام کرده بود باید کشته بشه. یعنی کسی که در خواب دیدن، مثلا پیامبر در خواب دیدن بچه باید بمیره، و بعد خب این دیگه متفکر نیاز نداره، به تأمل نیاز نداره، به آکادمی نیاز نداره، به اینکه الگو باشه نیاز نداره، فقط مداح میتونه از پس این موضوع بر بیاد. یعنی بیاد بخونه بگه این بچه به دنیا اومد، دادن در آغوش جد، گریه کرد، بعد دو پدرش گریه کرد، همه ما هم گریه کنیم، اونام کاسه میکنن بره جلو. این عظمت یه دفعه میاد انقدر مچاله میشه به حد گریه خلاصه میشه این عظمت، و میاد در حدی که دیگه سرمشق ما نمیشه. یا امام حسین مثلا عمدن رفت کشته بشه برای که دین مثلا فرض کنید جاودان بمونه. اینا رو میدونی کیا میگن تو تاریخ؟ مال امروز نیست، تو تاریخ اونایی که فکر میکردن عقیده برتر از انسانه، حرمت انسان براشون خیلی مهم نبود، شأن انسان، مقام انسان، شخصیت انسان برای اینا بود. چرا تو خیابون بچهای مردم رو کتک میزنن مثلا به خاطر روسری؟ حالا بخشی از اینا سیاسیه، بخش زیادی سیاسیه، ولی اون آقایونی که وایسادن و این رگ گردنشون میزنه و نسبت به حجاب و نسبت به لباس انقدر حساسن، چون براشون انسان اساسا مهم نبوده تو تاریخ. انسان مهم نی برای اینا، برای اینا مسئله به نام حقوق انسان، حرمت انسان، شأن انسان، مرتبه انسان مهم نیست، برای احکام مهمه. مهم اینه که این احکام پیاده بشه. حالا زیر این احکام ریا باشه، نفاق باشه، دروغ باشه، هزار جور فساد کنه و انبابه، برای مهم نیست. مهم اینه که مسجد ساخته بشه، مهم اینه که اذان گفته بشه، مهم اینه که سینه زده بشه. اما اون پایین بی محتوا. چرا اینطوره؟ چون میگفتن حسین برای عقیده رفته، چون حسین مقلوب عقیده بوده، مقهور عقیده بوده، عقیده بالاتر از حسینه. اما وقتی میای سراغ حسین میبینی این حرفا نیست. وقتی میای سراغ امام حسین میبینی تقدیری در کار نیست، این مرد انتخاب کرده راه بزرگو. میای وقتی امام حسین میبینی انسان از همه چیز برتره، انسان از همه چیز برتره. اونجایی که پای انسان مطرحه، مکه و مدینه رو نیمه کاره میگذاره. اون یکی پای انسان مطرحه، نسبت به جامعه دینی انتقاد میکنه، اعتراض میکنه، برای که میخواد بگه انسان از همه چیز برتره و اگر عقیدهی هست، اگر دینی هست، اگر پیغمبری هست، همه برای خدمت به انسان و فربهی و شکوفای انسانه. بلکه این شخصیت اون وقت تو تاریخ چجوری گم میشه؟ چجوری تفکری مخالف اون مسئله فقط گریه و محرم نیست، یه تفکری در تاریخ اصلا شکل میگیره، تفکری به نام دین در تاریخ شکل میگیره که در اون انسان صفره، انسان هیچی نیست. نامه هایی که علمای ما به نمیدونم شاه عباس و دیگران نوشتن، شما نگاه کنید تحلیل های قدیم به چی میگن. میگن آقا شر مثلا فرض کنید بخشید عرف که معلومه بی پایه است، عقل هم که مال آدم هست بی پایه است، پس فقط چیزی به نام شر میمونه. خب این چرا این اتفاق افتاد تو تاریخ ما؟ چون ما قهرمانمون مرده، ما تاریخ بی قهرمانیم. چون بی قهرمان بودیم همواره بر سر ما کوفتن، همواره تحقیر شدیم، همواره مقلد بودیم، همواره موظف بودیم، مکلف بودیم، بس حقوق ما هیچ کس نبود دفاع کنه، چون قهرمان ما مرده در عاشورا. ما بی قهرمان بودیم، بله قهرمان ما جنگید، وظیفه‌شو انجام داد، ولی ما از اون مرگ مظلومانه ساختیم، اون مرگ قهرمانش رو تحریف کردیم. من فکر کنم پارسال بود اینجا این صحبت رو کردم، اگه یادتون باشه. حالا یه بار دیگه هم میخوام بحث حالا جای دیگه اطرح کنم. گفتن شما سه نوع مرگ در عاشورا میبینید، سه نوع مرگ در عاشورا میبینید. یکی مرگ زیستی یا به یه نوعی متافیزیکال که ما میمیریم دیگه، هممون میمیریم. حسین ابن علی لباس مرگ به تن میکنه تا به ما هشدار اخلاقی بده مردم اینقدر سرمست نباشیم تو این عالم، شاید فردا سراغ ما بیاد مرد، پس بیاید فروتنانه و با محبت زندگی کنید. این مرگ زیستی است، همه ما رو تهدید میکنه. حسینم میمیره، نمیدونم شمرم مرد، ولی این کجا و آن کجا؟ این هشدار اخلاقی داره. شما یه مرگ قهرمان میبینید در عاشورا که یک تراژدی براش رخ داده. تراژدی به معنای غم نیست، تراژدی به معنای اندوه نیست، افسوس نیست. اشتباه هم ما مثلا وقتی میگم فلان خودکشی کرد، میگه آه چقدر تراژدیک بود. یکی از یکی جدا میشه میگه آه چقدر تراژدیک بود، یا تراژیک بود، معذرت میخوام، تراژیک بود. تراژدی این نیست، تراژدی هنره، تراژدی هنر، اوج هنر، زیباترین عرصه بروز قهرمانه. تراژدی چیست؟ اونجایی که یک انسان میسته در مقابل دو، به قول خود امام حسین رکز بین اثنین، اونجایی که یک آدم رو مجبور میکنن در یک انتخاب سخت قرار بگیره. بمان، میتونی بمونی،
هیچ کس با تو کار نداره، زن و بچه و فرزندت هم بردار و برو بمان، اما بمان ولی کوچک، بمان ولی حقیر، بمان ولی ناچیز، بمان و با عینک ما دنیا رو ببین، بمان و اگر ما فساد کردیم، خطا کردیم، گناه کردیم، انتقاد نکن، اعتراض نکن، زبانت رو ببند، بمان ولی چشمت رو کور کن، زشتی ها رو نبین و بمان از ایده خودت مستقلن حرف نزن، بمان اینگونه بمان، همه چی بهت میدیم، گاو، گوسفند، زمین، پول، طلا، اصلا از طلا میگیریم، برو برگرد به مدینه، همه چیز برای تو بابا بمانه. اما یکی وای میسته، خب اگه نمانم چی؟ میگه بمیر، به قصی ترین شکلی بمیر، به ناجوان مردانه ترین شکلی بمیر، در کنار کودکانت بمیر، در کنار عزیزانت بمیر، بدون آب بمیر، بدون یار بمیر، بدون انصاب بمیر، بمیر، هیچی از تو باقی نمونه. بجنگ. من 50 نفرم، شما 20,000 نفر، مگه میشه اینجا جنگی؟ یه همینه دیگه، قهرمان اینجا یه دفعه مجال بروز پیدا میکنه. تو اگر یه آری بگی کلی امتیاز داری، ولی قهرمان صد تا نمیگه، صد تا نمیگه تا یه آری بگه، میگه نه، چشم نمیتونم بی چشم زندگی کنم، نمیتونم بی زبان و بی دهان و بی انتقاد و اعتراض به حاکمیتی زندگی کنم که بله به نام دین بر سر کار آمده، لباس پیغمبر به تن کرده، برای من اینا مهم نیست، نمیشه چون لباس پیغمبر به تن کرده و خلیفه خداست من چشمام ببندم این همه ظلم و فساد و نابرابری و بی عدالتی رو نبینم، من زبانم باید نسبت به اینا تیز باشه و چشمم بینا باشه، اگر حقی پایمال شد ولو اینکه فرزند پیغمبر بالای قدرت باشه به با انتقاد دامن، انسانم فراتر از مسلمان بودن، مسلمان بودن نمیتونه منو مچاله کنه، دستبندی کنه به چون مسلمانی پس دنیا رو اینجوری از این زاویه نگاه کنه، نگاه ایدئولوژیک، نه من اول انسانم، مسلمان بودن جز امتیازات و امکانات شخصی منه، همه چیز من اسلام نیست، من انسانم، همه چیز من انسانیت منه، همه چیز من آزادی من، همه چیز من حریم خصوصی منه، همه چیز من انسان دیگره که به اونا رحم بشه، عشق بشه، در حقشون ظلم نشه. قهرمان نوع دوم انتخاب میکنه، لذا راهو میبندن و میگن مرگ. قهرمان برای مرگ نیامده. من صحبتم سر گریز بود که اینجا آمدم، آری اون میگریزه، قهرمان میگریزه، گریز به معنای اجتناب مرادمه ها، گریز به معنای فیزیکال نیست که بخواد بره، بله البته بلازه فیزیکال هم این آیه رو من اینجا نوشتم، گفته شده امام حسین با صدای بلندین آیه رو خوند وقتی از مدینه میخواست بیاد بیرون، فخرج منها خائفا یترقب و قال رب نجنی من القوم الظالمین، مدینه نمیتونست بمونه، عرصه تنگ شده بود، میخواستن ترورش کنن، بعد این آیه رو خون که یترقب، انگار تو این دل یه حراسی هم بود، انگار تو این دل یه دلواپسی و دلشولگی بود، گفت خدای منو نجات بده از شر این همه انسانهای نیمرد کجندیشی که به نام پیغمبر جامعه رو به چنین فساد و بدبختی کشیدن، خدای من از اینا دارم میگریزم. اما قهرمان یه جور دیگه میگریز، اصلا این مفهوم گریز مفهوم تو عرفان چینیه، نه اینکه من یه ذوقی پیدا کرده، مفهوم گریز انگار این گریزه که آدم ها را از هم دیگه جدا میکنه، قرآن وقتی داره میگه ولهم قلوب لا یفقهون بها ولهم اعین لا یبصرون بها ولهم آذان، خیلی آیه عجیبه، از اون احوالات پیغمبر با، از اونایی که باید شگفت زده آدم بهش نگاه کنی، وقتی اونجا نگاه میکنه بعد میگه اولائک کلهم بلهم ازل اولائک هم القافلون، قافل کیه؟ قافل کسی است که سنش شده 75-80-90 سال، 95 سالته ولی هنوز مثل بچه 5 ساله میمونه، قافل یعنی این، گفتم بچه 5 ساله دوست داشتنی، وای اگر یه پیرمرد 95 ساله بچه باشه، اون بده، اون شره، میگه سختگیری و تعصب خامی است، تا چنینی کار خون آشامی است، تصمیمایی که تو عرصه سیاسی میگیرن بچه های 5 ساله دارن میگیرن، این تصمیمی که بگیریم این همه مشکلات ایجاد بشه مال آدم بالغ نیست، مال بچه های 5 ساله است، مدیر محترم یه نسخه میده همه چی سازمان اداره خراب میشه، حاضر نیست اون که بالاتر نشسته راه حل میده، کل کشور رو بدبختی میکنه، کسی حاضر نیست عذرخواهی کنه، چرا؟ چون فرهنگ، فرهنگ گریزه، ولی گریز از حقیقت، گریز از حقیقت، و آخریش هم گریز از عدالت. چقدر زود خیلی ها تسلیم میشن وقتی امام دردناکترین حرفاش اینه یا دهر افن لک من خلیلی،
چقدر این مردم بیوفا بودن. این اصلا عموم اینها تا ظلم بیداد نابرابری است. این آدم به ناحق داره آدم میکشه، جامعه داره به هم میریزه، داره قتل مرتکب میشه. همه ساکت نشستن نگاه کردن. بعد اونجا گفت حضرت زینب یه جمله داره به عمر ابن زرد، گفت چقدر تو حقیری، چقدر کوچیکی، قبل از این لباس پیغمبر به تنت کرده بودی، پیش نماز بودی، آیه میخوندی، روایت میخوندی، فکر کردی مثل پدرت، حالا پدرش هم البته مسائلی داشت و فلان، کاری با اونها نداریم. بعد این رویداد تو رو برملا کرد، مجال ظهور به تو داد، تو چقدر حقیری. چرا حقیر بود؟ چون گریز از عدالت بود. بنابراین بعضی اینجوری هست، گریز از خیشتن، گریز از حقیقت، گریز از عدالت. متاسفانه عموم آدم ها به این برخورد دارن، اما حسین اینجوری نیست. شما تو کربلا، شما تو ماجرای عاشورا گریز میبینید. شاید تعجب کنید اگر من براتون حرفو بزنم، شما تو کربلا گریز میبینید، ولی عجیبه که شما گریز از مرگ میبینید. امام حسین از مرگ میگریزه، نه اینکه از مرگ بترسه. ببینید تو رو خدا دقت کنید، درست برخلاف هزار سال تعلیمات دینی، هزار سال تعلیمات دینی، امام حسین نمیخواد بمیره. امام حسین برای مردن نرفته اونجا، برای کشته شدن نرفته کربلا. امام حسین منزل به منزل داره میشه از مرگ بگریزه. میدونید چرا؟ برای که ما خواهد دیگه زندگی موهبت خداست، زندگی ارزش داره، از زندگی باید لذت برد، از زندگی باید شور آفرید، از زندگی باید پرواز کرد، اوج گرفت، بالا رفت. زندگی موهبته. وقتی میگی موهبت، وقتی میگی هدیه، یه دهنده داره دیگه تو هدیه، واژه هدیه. خدا این هدیه رو داده، تو نفس میکشی باید برای شادمانی تقلا کنی، تو نفس میکشی برای سعادت باید تقلا کنی، تو نفس میکشی باید کتاب بخونی، باید فکر کنی، باید بیاموزی، باید مدرسه بری، باید رشد کنی، چون تنها عرصه رشد و تعالی انسان اینجاست. ولی 1500 سال به ما گفتن این دنیا پسته، حقیر، زندانه، ما رو با نکبت و بدبختی و ظلم و بی‌عدالتی نگه داشتن، ما رو توی یک اتاق انتظار غم‌انگیزی به نام دنیا نگه داشتن و گفتن حتی صدای قناری هم بشنوید حرومتون باشه. علما گفتن، آدم های بزرگ درجه یکی مثل امام محمد غزالی، مثل فیض کاشانی، اینا گفتن. نه آخوندهایی که الان ببخشید اینا اینجا سوال کردن، حرفای مفت زیاد، اینا اصلا حرف آدم های بزرگ دارم میگم، گفتن اینجا اتاق انتظاره. نه آقا شما معذرت میخوام این کار نکنید. آقا اینا مثلا به خودشون میگیرن، فکر کنم خیلی مثلا مهم هم، ما میخوایم اینا رو بیدن. بابا اینا تو رو قرآن این حرفا رو جدی نگیرید که حسین رفت کشته بشه برای که آخرت درست بشه. اینا پایه نداره، اینا اساس نداره، اینا تو تاریخ تایید نمیشه. منزل به منزل این مرد داره میره برای که نمیره، نه اینکه از مرد بترسه، نه اینکه از مرد بترسه. حرف من تحریف نشه خدای نکرده، نه چون زندگی زیباست، چون نفس کشیدن زیباست، چون بودن مهمه. این زیباترین حرفیست که علی میزنه، میگه بادر الفرصت قبل ان تکون غصه، قبل از اینکه غم سراغتون بیاد از این فرصت زندگی استفاده کنید. امام میگریزه، ولی گریزش به آدمای دیگه متفاوت. اون از خود گریختن، اون از حقیقت گریختن، اون از عدالت گریختن. امام از چه میگریزه؟ از مرد، باورتون میشه؟ دو، امام از چه میگریزه؟ از خفت، از ذلت، از پلیدی میگریزه. حاضر نیست، مرد و حاضره. این زندگی انقدر دوستش داره، بهش اهمیت میده، یه جا میگه نه تورم نمیخوام. تو رو قرآن نگاه کن، من نمونه این حقیقت رو، من به عنوان با این عقل ناقصم، من سواد ندارم، ولی به جونتون قسم تحقیق کردم، من عاشق اسطورم، من عاشق خواندن اسطوره های یونانی و مصری و ایرانی ام، لذت میبرم هر بار که اسم پرومته میاد، لذت میبرم هر بار که اسم ققنوس میاد، پرواز میکنم هر وقت که اسم آنتیگونه میاد، لذت میبرم. ولی حسین بی‌نظیر تو تاریخ، چون وجود داره، چون واقعیته. میگریزه از خفت، از پلشتی، از پستی، از بی اثر بودن، از غیر مفید بودن. این واژه عزت هم دامنشو گسترده کنید. چه فایده من باشم ولی اثر نداشته باشم؟ چه فایده من باشم ولی نتونم تغییر بدم، مؤثر باشم، درد این هموطنم رو نتونم درمان کنم؟ چه فایده آخه؟ من میخوام تبدیل بشم به یک عنصر نیرومند تأثیرگذار. عزیز یعنی این.
من میخوام با افکارم جامعم تأثیر بذارم، من میخوام با احساسم به جامعم عشق بدم، دوستی بدم، صمیمیت بدم. تو اومدی به من میگی زنده باش اینا نده. نه، خیلی کوچکتر از این حرف هستی. خیلی این تعبیری که من سر بلندم، من دو چشم من بلند، بینش عالی، امان است از گزند. امام حسین میخواد بگه من مهمم، من انسان، حقوقم، کسی که با حق من، آزادی من میجنگه با خدا سر جنگ داره. کسی که امنیت منو به خطر میندازه با خدا سر جنگ داره. خدا من اینجوری آفرده که من خلاق باشم، نوآور باشم، تاثیرگذار باشم. تو وقتی اینا رو بخوای از من بگیری با خدا داری میجنگی. و آخرین حرفم، حسین میگریزه از بی‌عدالتی، از ظلم. نمیتونه نسبت بهش بی حساس باشه، بگه من بر من فرقی نمیکنه، من کار فرهنگی کنم. خیلی روشن فکرای ما دیدین دیگه، همیشه اینجوری از تو تمام این فیلسوفای مملکت رو جمع کنید. متاسفانه من همه زندگیم فلسفه بود، اما این 5 تاشون وسط میدون نمیان. هر وقت ملت تو خطر میان دنبال حل جوهر و عرضن، دنبال حل اینن که آیا میشه هایدگر تموم شد میدونم واقعا مذهب یک دنیا حاجه ها من آیا میشه مثلا هایدگر رو بالاخره ابژه با سوژه یکیز یا سوژه غیر از ابژه است؟ کدومه؟ استعلای کانتی رو ما بپذیریم یا بیایم سراغ مثلا اگزیستانسیالیسم هایدگری؟ این جامعه ماست، این جامعه ماست، جامعه که الان میبینیمش کاسبی کردن، دلالی کردن. این روزا مثنوی مد شده دیگه، دیدین چقدر کاروان های مثنوی قونیه حساب آنتالیا بود حالا شده قونیه اینا شده. این بعدش چرا اینجوری وقت این ملت بیچاره کی میره وسط میدون قربانی میشه؟ اون بچه دست فروش، اون یکی دست فروشه، اون یکی نمیدونم. دیدین اونایی که متاسفانه قربانی شدن چه تیپ افرادی بودن؟ چون درد از این دل بیرون رفته، چون قهرمان ما تو تاریخ کشته شده، چون روشنفکر این درد رو احساس نمی کنه که باید بگریزی از بی‌عدالتی، باید بگریزی از نابرابری. به قول مولا امام علی، وقتی عدالت نباشه مردم ناامید میشن. از چی ناامید میشن؟ از خدا، از اخلاق، از زندگی سالم. و این مرد میگریزه، حسین میگریزه. تمام ماجرای عاشورا یک گریز از مرگ، چون زندگی زیباست. دو، گریز از خفت و اسارت، چون انسان موجوده شریف و محترم و محتشمی است. و سوم، گریز از یک سازمان ناسالم فاسدی است که به نام پیغمبر تأسیس شده اما توش انصاف نیست، امکانات سالم تولید نمیشه و نسبت به او داره اعتراض میکنه. به همین دلیل حسین قهرمان بزرگی است. حسین مظلوم نبود، قهرمان بود. بله بهش ظلم شد، منم وقتی به همه زخمهاش فکر میکنم بی اختیار عشق میریزم و وجودم رو اندوه میگیره. منم مثل مولانا میگم روز عاشورا نمیدانی که هست ماتم جانی که از قرنی به هست. یک قرن انسان رو اگر میکشن به اندازه مصیبت سخت و تلخ و طاقت فرسا و ناباورانه امام حسین و فرزندانش نمیشد. اما اونجا شما یه قهرمان میبینید که متاسفانه ما در تاریخ رو کشتیم. قهرمانی که از ستم میگریزه، قهرمانی که از نابرابری میگریزه، قهرمانی که از حقارت پستی میگریزه و قهرمانی است که پیامش زندگی است، که زندگی موهبت بزرگی است. این فرصت کوتاه رو با جنگ و دعوا و خشونت از بین نبرید.